بینندگان عزیز، با سلام به شما، خوش آمدید به این برنامه فوق‌العاده. البته همون جوری که میدونید از امروز صبح در فیسبوک نوشتم که دعوت کردیم از آقای دکتر حسن ماسالی تا با ما باشند درباره تظاهرات و این جنبشی که در ایران در چند روز گذشته شروع شده صحبت کنند. دیدم که ایشون برنامه هایی رو نوشته و برای دوستان هم فرستاده، گفتم که خب فرصت خوبی هست. به شما خوش آمد میگم، ممنونم که توی این وقت کم دعوت ما رو قبول کردید. سال نو مبارک. عجب ماجرایی شد این سال نو و این جنبش و تظاهرات. بفرمایید. درود بر شما. سال نو مسیحی میلادی به قول معروف به شما و همه شنوندگان و بینندگان و مردم ایران مبارک باشه، تبریک میگم. ولی امیدوارم که این سال نو همراه با یک نوآوری هم باشه برای مردم دردمند ایران و به پیروزی دست یابند و این مبارزه جالبیه ولی خطرناک، و امیدوارم که با تدابیر همه جانبه مردم ایران، به خصوص جوانان، زنان و مردان مبارز داخل کشور، در این نبرد پیروز بشن. و البته تنها عقیده دارم، حالا بیشتر صحبت میکنیم، تنها مسئله اینی که این مردم در صحنه مبارزه هستند، ما وظیفه داریم که به طور سازمان یافته از این مبارزات مردم حمایت بکنیم و تماشاچی و فقط ناظر مسائل نباشیم. خیلی ممنون که این نکته رو گفتید راجع به تماشاچی. من از دو سه روز گذشته دیدم که خیلی ها از داخل خونه نشستن و هی به دیگران میگن شما برین. یادم سالها پیش این آقای سکویی نشسته بود و میگفت ما الان برنامه داریم جلو فدرال بیلدینگ. من بهش زنگ زدم گفتم آقا اگه شما برنامه داری جلو فدرال بیلدینگ، یه کاغذی بنویس بذار جلو دوربین بگو ما رفتیم جلو فدرال بیلدینگ. وقتی شما نشستی اونجا، بیننده هم نشسته شما رو نگاه میکنه، فکر نمیکنم کاری انجام بشه. یه چیز دیگه که شما گفتید، ضمن این که میخواین مردم پیروز بشن، آزاد بشن، آزادی اجتماعی از لحاظ اقتصادی بازشون خوب بشه، گفتید که باید خیلی مواظب باشیم. بله، من از این لحاظ میگم، برای اینکه خودم میتونم ادعا کنم قریب 67 سال در مبارزات سیاسی در داخل و خارج از کشور شرکت داشتم و مردم ایران تلفات زیادی دادن، شورش کردن، انقلاب کردن، ولی دستاوردهای ناکامی داشتن، یعنی در به اون آرزوهاشون نرسیدن و یه ده بهره برداری کردن از این مسئله، از جمله همون وقایع سال 57 که همه مردم علیه دیکتاتوری کلاسیک شاه قیام کردن، ولی یک آدم بیشعور ارتجاعی فاشیست مسلکی مثل خمینی رو با حمایت آمریکایی‌ها به پاریس بردن، ازش یه رهبر درست کردن و در ایران هم همه یه عده خیال میکردن دارن تاکتیک میزنن و شروع کردن از خمینی. و من همون موقع مخفی بودم در ایران، مخفیانه زندگی میکردم، محرمانه رجوع میکردم، میگفتم آقا من با ایشون ملاقات داشتم در عراق، ایشون یه آدم مرتجع بی سواد و بی شعوریه، چطور دارین میرین ازش حمایت بکنین؟ به من جواب اینو در چندین مصاحبه هم گفتم، به من جوابی که میدادن اون زمان اینه که آقا نگران نباشید، آخون چیه، ما ازش تاکتیکی استفاده میکنیم، بعد یه اردنگی میزنیم بریم. و بعد من مقالاتی نوشتم که بله ما تاکتیک زدیم، استراتژی کردیم. و حالا این مبارزه در حقیقت هم امیدوار کننده است، هم نگران کننده است، و ما باید همه جانبه به یاری مردم برخیزیم، تماشاچی نباشیم. یک دوم، توصیه من به رزمندگان داخل کشور، زنان و مردان به خصوص جوانان، اینه که فقط از روی احساسات کار نکنن، در فنون سازماندهی رو رعایت بکنن، دراز مدت بیاندیشن و به این آخوندها، یه چند تا فقط استثناء ممکنه آدم
مورد احترامی توشون باشه، وگرنه افراد فاسد، تبهکار، دروغگو، دزد هستن. به هیچ وجه به هیچ جناح بندی در این رژیم اعتماد نکنن و در ضمنم به قول معروف یک چشمنداز برای قدرت جایگزین داشته باشن از همین حالا، یعنی تدابیر بیندیشیم که چگونه این رژیم رو یک به طور بنیادی سرنگون بکنیم، دوم در این حال تدارک ببینیم که چگونه چه نیروی رو میخواهیم جایگزینش بکنیم. و در این ارتباط من بسیار علاقمند هستم و توصیه میکنم، چون خبر دارم بسیاری از افراد نظامی، از افسرانش تا سربازان ارتش در نیروهای انتظامی و بخشهای مختلفش ناراضی هن. از این رژیم متنفر شدن، ولی چون یک آلترناتیو، یک قدرت جایگزین، یک تشکل مورد قدرتمندی نبوده، سکوت کردن. من امیدوارم که در چنین شرایطی این افراد سازمان یافته بپیوندن به مردم و یاری برسونن مبارزات مردم رو و دست به دست هم بدیم تا این هویت ایرانی و هویت ملی خودمون رو حفظ بکنیم. این آخوندها تمام بنیادی باید برچیده بشن. هیچ کدوم اینا خودشون رو به طور مثال نماینده خودشون رو به عنوان ولی فقیه و نماینده خدا میدونن، درسته؟ که جنایت میکنن، دزدی میکنن فلان. پس معلوم میشه که این خدای اینا هم جز دزداست. به طور مثال اون مردم معتقد به اسلام هم لاغن این مسئله رو باید مورد سوال قرار بدن که اگه اسلام اینه، خدای شما اینه که شما بدزدین و غارت کنین و آدم بکشین، پس ما بنابراین اون خدای شما رو هم قبول نداریم. ما اعتقادات خودمون رو خواهیم داشت. اجازه بدیم به دوستان بگم که این شماره تلفنی که میبینید، شماره تلفن آقای دکتر حسن ماسالی است، 301 792 3370. با ایشون میتونید مستقیما تماس بگیرید یا تکست ارسال کنید. ایمیل ایشون خیلی ساده هست، H اول اسمشون H ماسالی، ولی دو تا S بذارید، hmasali@gmail.com. اگه خواستیم باشون صحبت کنید. آقای ماسالی، این که امیدوار باشن و اینها خیلی خوبه، ولی شما گفتید که برنامه داشته باشن. اشکال این چند تا تظاهراتی که در چند سال گذشته اتفاق افتاده این بوده که مردم اول را می افتن، بعدن ما می بینیم افرادی به عنوان لیدر، رهبر، اینا پشت سرن حقیقتا، به جایی که از قبل با برنامه داده. مثلا من امروز دیدم که پیامی از آقای رجوی آمده، آقای رجوی که دو سال پیش آقای ملک این فیصل ترکی میگه رجوی مرحوم، حتی در جلسات فرانسه اسمی از ایشون نبود، یه دفعه امروز پیام میده. چند نفرم در ایران میگن پایگاه شماره 44 هزار نفر آماده. آیا این دروغ گفتنها کمک میکنه یا ضرر میزنه؟ یادم سالها پیش آقای قائم مقامی اشتباهی کرد، به مردم میگفت که بیاین فلکه سوم تهران پارس، بعدن معلوم شد که سپاه با موتورسیکلت زودتر میرسه اونجا و آماده قلع و قمع کردن مردم میشه. این تکنیک هایی که شما نوشتید من عکس میگیرم بعد از برنامه این زیر میذارم، اگه کسی هم خواست با شما صحبت کنه. شما یه دوره هایی رو رفتید دیدید، یه مقداری در این باره صحبت کنید. این عملیات که مردم احساساتی بیان بیرون، هر قدرم حرفشون درست باشه، اقتصادی گرونی، بیکاری، نبودن آزادی سیاسی اینها، ولی اگه برنامه نداشته باشن در آخر باز چی میشه؟ فید آوت میشه و از بین میره. چجوری این برنامه ها رو مردم دنبال کنن؟ یه مقدار در این رابطه صحبت کنن. بله، من تا یه مقدار کوشش کردم به در حین مبارزات گذاشتم. من ادعا نمی کنم، من خودم هم جز مبارزینی بودم که تربیت شده یک تشکیلات سازمان یافته و باد تدبیر و اینا نبودم. بیشتر ماها جوانای ایرانی در گذشته و در حال خودجوش به فعالیت‌های سیاسی جلب شدن و به این علت میتونن به اصطلاح با مشکلاتی، با اشتباهاتی روبرو بشن، ولی ما نباید اینها رو تکرار کنیم. من نوعی به طور مثال وقتی که امروز به یه جوان
توصیه میکنم این کارو بکنم این کارو بکنیم، باید با فروتنی حرف بزنم و در ضمنم اذعان بکنم که چه اشتباهاتی در گذشته کردیم که نباید تکرار بشه از این لحاظ. بنابراین مسئله اینه، ما کسایی که تو خارج نشستن، چه آدم های سیاسی چه غیر سیاسی، حق ندارن بگن شما در کجا برین فلان میدان برین مبارزه کنین یا فلان، برای اینکه اون کسایی که در میدان مبارزه هستن میتونن تشخیص بدن کجا مناسبه برن، نه اینکه بنده در واشنگتن یا در پاریس یا در لندن نشستم بعد بیام بگم که برو آقا فلان میدان، برو فلان میدان. این اصلا اشتباه فاحشیه و این به هچل انداختن افراد و این در حقیقت رژیم رو هشدار میده، خویشاپیش خودش رو آماده میکنه که بره سرکوب بکنه. بنابراین ما حق نداریم از اینجا فرامین صادر بکنیم، ما در اینجا از مبارزات اونها باید پشتیبانی بکنیم، ولی در این حال توصیه بکنیم که ما تلفیقی، من چندین موضوع رو نوشتم که بعداً پخش خواهیم کرد، تلفیق به، چون خودم قریب نزدیک یک سال در زمان شاه مخفی در ایران زندگی میکردم و یک مسئله آدم باید بیاموزه چگونه حتی در زمان جمهوری اسلامی خمینی دستور قتل منو صادر کرده بود که من چطور در گیلان مازندران مخفی بودم، بعد رفتم کردستان غیر و اینا، چگونه مخفیانه از کردستان با اسب و قاطر حرکت کردم رفتم اومدم تا بالای کوههای تالش به طور مثال، یا با افراد تماس گرفتم و قربانیانی هم دادیم، بسیاری از خویشاوندانم دوستانم را کشتن از بین بردن به خاطر بعضی این شرایط ترور و اختناق. بنابراین ما باید جوونا خودشون تدابیری بیندیشن که تلفیقی از مبارزه علنی و مخفی رو دنبال بکنن. یک. دوم، من همونطوری که در نوشته هم آوردم به هیچ وجه به هیچ محفل آخوندی اعتماد نکنم، به هیچ یک از این فراکشن. الان مثلا آقای احمدی نژاد هم شده اپوزیسیون، یه آدم دزد و غالطاق و جنایتکار، دعوا بر سر دزدی هاست نه بر سر منافع مردمه. بنابراین مردم ایران از زن و مرد باید انزجار خودشون رو از تمام این فراکشن ها اعلام کنن و تماس نگیرن و به اینا اجازه ندن در مبارزات اونا در زندگی اونا هم دخالت بکنن. بنابراین و اون نکته دیگری هم که میخوام بهش پافشاری بکنم، مردم ایران در سراسر ایران از خراسان تا کردستان تا کرمانشاه، از شمال تا گیلان تا جنوب تا فارس، همه باید اتحاد و همبستگی خودشون رو حفظ بکنن. من این غیر از اون، من شرمنده هستم که اکنون یه اپوزیسیون، یک نیروی سازمان یافته در خارج از کشور حتی وجود نداره که بیاد به طور هدفمند از این مبارزات دردمند مردم دردمند حمایت بکنه. ما باید در این زمینه تلاش بکنیم، واسه همینم فراخوان دادم، نامه نوشتم، تلفن دارم میکنم که گرچه تا کنون غفلت کردیم، بیایم دست به دست هم بدیم و این خودمحوربینی ها و این خودپرستی ها را کنار بگذاریم، منافع مردم رو در نظر بگیریم، دست به دست هم بدیم و حمایت کنیم. در سطوح مختلف میتونیم حمایت کنیم و در نتیجه حتی به جوان ها از راه های مختلف میشه به زنان. شما میگین ما که خارج هستیم میتونیم حمایت کنیم ولی ما نباید دخالت اونجوری داشته. بله، ما نمیتونیم براشون تعیین تکلیف بکنیم و حتی بهشون بگیم کجا برو تظاهرات کن کجا نه، این اصلا لو دادن مبارزه است. توجه کردید آقای ماسالی؟ دوستان الان روی فیسبوک دارن برای شما مینویسن برای این برنامه و خبرها رو میدن. آقای ناظم رفیعی نوشته که جناب صوبی از شما صدا دارم به گروه‌های مخالف و احزاب و هوادارانشان تذکر دهید از توضیح و از توهین و الفاظ رکیک متداول بین بعضی هموطنان استفاده نکنید. یعنی همون چیزی که شما میگید، اقلا تو این شرایط با هم باشید و به هم توهین بله. این اصلا یکی از مسائل مشکلاتی که از زمان روی کار آمدن خمینی تا کنون بوده، باید اینو کنار گذاشتم. من دارم تلاش میکنم که حتی از
افراد، تک تک افراد، هیچ کس یک گروهی یا فردی خودش رو مرکز همه چی ندونه. دارم تلاش میکنم که با تمام قفلت های یک کنفرانس همبستگی در اروپا تشکیل بدیم و بیایم یه شورای، یه ستاد حمایت از مبارزات مردم تشکیل بدیم. نه اینکه بعضی ها متاسفانه اینجوری خیال میکنن اینجا بشینن تماشا کنن، مردم کشته بدن، مبارزه کنن، بعد بیان با هواپیما وارد بشن، میخوان قدرت رو به دست بگیرن. آقای ناصاری، دو شب پیش، حالا من اسم نمیارم، اینجا یک گروهی جمع شده بودن، به خود منم تماس گرفتن که بیا. بعد من توی مهمونی بودم، اونجا میگفتن که اونجا دارن وزیر و وکیل و اینها انتخاب میکنن، و طرف میگفت که خدا شاهده، آقای قسم میخورد، میگو این آقای فلانی تماس گرفته به دفتر من، من با مریض بودم، کار داشتم، بعد به سکرتر من دروغ گفته، گفته که من پسرخاله این هستم، بذار باهاش صحبت کنم. به سکرترم گفتم من پسرخاله ندارم. بعد گفته که بهش بگو ببین ما میخوام شما بشی وزیر. خانمش هم میخندید، مسخره میکرد، میگو پس منم خانم وزیر هستم. یعنی این کارا هست که باعث میشه بعدن آخونده حتی مسخره کنه. در رابطه با این که شما میگید به هیچ که اعتماد نکنید، این آخرین نوار آقای روحانی رو دیدید که توی اون حقوق شهروندی صحبت میکنه؟ من وقتی اینو تماشا کردم با خودم گفتم این کیه؟ این یه نفر خارج بوده جدید اومده داخل اینها، یا همون آقای روحانیه که حجاب رو اجباری کرده، همون روحانیه که به امام گفت امام، همون روحانیه که تو تمام این معاملات اتمی بوده، همون روحانیه که در زمان احمدی نژاد هم دست اندرکار بوده؟ و شما صحبت از احمدی نژاد کردی، احمدی نژاد امروز خودش از توییتر استفاده میکنه، توییتری که خودش فیلتر کرده. آقای روحانی، آقای خامنه ای، تمام مسئولین از توییتر و برنامه های دیگه که خودشون فیلتر کردن و ممنوع کردن دارن استفاده میکنن. الان اگه مردم بتونن اقلا اینو بگیرن که همون جوری که شما دارید، حق ما هم هست که توییتر داشته باشیم، دسترسی به اینترنت داشته باشیم، سرعت بالا و الی آخر. یه دوست دیگه نوشته که جناب سول برابر اخبار، و اینو آقای یوسفی نوشته، پیگیری مستقیم از چند نفر از فرماندهان سپاه، هنوز سپاه دخالت نداشته و شواهدی هست که سپاه فعلا دوست دارد اوضاع متشنج و به نقطه دلخواه آنها که میگویند انفجار برسه، تا با یک کودتا با هماهنگی فرماندهان خود ارتش و نیروی انتظامی کودتا کنند. من شما فکر میکنید مثلا سپاه ممکنه کودتا کنه؟ خب حکومت که دست خودشونه، احتمال داره، چون از این چیزا بوده، مثلا جناح بندی های داخل رژیم، چه از آخوندا گرفته چه سپاه پاسداران. ما هر کسی میخواد اگه دخالت بکنه به حمایت مردم برخیزه، اول باید اعلام بکنه که این حکومت اسلامی به طور بنیادی باید برچیده بشه. بعدش هم سپاه پاسداران یا هر میتونه تو ارتش، میتونه تو سپاه پاسداران، بسیج، آدمهای ایران دوستی پیدا بشن که بخوان به مردم کمک بکنن، ولی نباید خودسرانه بیان کودتا بکنن، حکومت به اصطلاح پاسدارا تشکیل بدن یا برن، بلکه باید یک حکومت مردمی متشکل از خود مردم با انتخابات آزاد شکل بگیره و بعدش هم این هویت ایرانی بودنش رو، نه اینکه مثلا در گذشته آقای خاتمی اومده، موسوی بوده، تروبی بوده، ریاکاری هایی که با الفاظ بازی میکردم. بعد مثلا من حتی چندین مقاله نوشتم در گذشته، آقای موسوی نخست وزیر بوده در زمان، دو دوره نخست وزیر بوده، در بیش چندین هزار نفر در زمان اون در زندان ها کشته شدن و فقط منتظری بوده که اعتراض کرده بود، توجه کردیم؟ بنابراین ما نکته مهم اینه، ما به هیچ یک از این نهادهای رژیم اعتماد نمیتونیم بکنیم، مگر اینکه افرادی به طور کلی دست از تمام این نقطه نظرات طرفداری از جمهوری اسلامی و حقبازی های که به نام اسلام در ایران رواج دادن اینها رو اصلا نفی بکنن و در صفوف مردم، خواستای مردم، مردم آزادی میخوان، دموکراسی میخوان، رفاه اجتماعی میخوان، هویت ایرانی میخوان، نه هویت
آخوندی، نه هویت اسلامی. اسلام یه چیز مسئله شخصی هر فرده، میتونه مسیحی باشه، مسلمون باشه، کلیمی باشه، میتونه زرتشت باشه، زرتشتی باشه. این مسئله حکومت نیست، این مسئله خود مردم زندگی باید جدا کرد. آیین و مقررات دینی رو باید از زندگی مردم کرد. برای زنا مثلا بدترین شرایط در این چند 30-40 ساله برای زنان ایران فراهم کردن، اینا سرکوب کردن به نام اسلام، این چادر و چنبر رو بعد به نام اسلام ولی کاسبی میکنن. فاحشه معذرت میخوام، فاحشه خونه در آستان قدس رضوی درست راه انداختن همین آخونده که ادعای اسلامی و دینی میکنن. کثیف‌ترین موجودات جهان هستن. یعنی من حتی در بعضی مقالات نوشتم که اینا در قدیم یک سیاستمداری در ایتالیا بوده که کتابم نوشته به نام شاهزاده یا پرنس، که توصیه میکنه به چه حقوق بازی های متوسل بشین تا به قدرت برسین، به نام ماکیاول. من در بحثی که در دانشگاه داشتم گفتم اون آقای ماکیاول اگه امروز زنده بود میبایستی بره یه دوره حقوق بازی رو از آخوندا ببینه یاد بگیره. بنابراین خیلی مسائل هست که فقط ما میتونیم توصیه کنیم به مبارزین داخل کشور. ما حق مداخله دیگه نداریم، ما باید حمایت کنیم، هشدار بدیم که مواظب چه چیزی باشن چه نباشن. چون ما یکی از اشتباهات تاریخی مردم ایران و سیاسیون ایران در گذشته این بوده که رفتیم رژیم انداختیم ولی قدرت جایگزین نداشتیم. ما باید بدونیم از حالا که داریم مبارزه میکنیم اگه این رژیم آخوندی رو که اولا باید متراشی کنیم، با هیچ فراکشنی سازش نه، یک، ولی در این حال تدارک ببینیم که چه چیزی میخواییم جاش بذاریم. خیلی متشکرم. این ماجرایی که گفتید که هم سپاه هم احمدی نژاد اینها به اصطلاح نیان مردم رو فریب بدن، میاد بر این اصلی که شما اینجا نوشتین، همه نهادهای خرافات پرور باید منحل گرد. بله درسته. یعنی اینا همشون از یعنی یه قماش. ببینن مثلا تو مساجد یا قبر مثلا خمینی، من اگه در ایران باشم به طور مثال در قدرت شرکت داشته باشم، قبر خمینی رو نمیام خراب بکنم، اونجا رو تبدیل میکنم به یه موزه جنایات رژیم جمهوری اسلامی. بعد چی میلیاردها خرج کردن که یه قبر خمینی رو درست کنن، یا برای کربلا و نجف چیز طلایی، گنبد طلایی درست میکنن یا فلان. اینا دینداری نیست، اینا حقوقی و غارت مردم. خود حضرت محمد قبرش معلوم نیست اصلا. بله. توی اسلام میگه بله. قبر رو نباید روش اسم بنویسن. بله. و این پادشاه عربستان بود تازگی ها. بله. فوت شده بود، اونم میگن یه جایی دفن کردن که خیلی بله. معمولی یا به اصطلاح تبلیغ میکنم. من یادم میاد قدیم برای اینکه یارگیری بکنن میگفتن حضرت علی خیلی ساده زندگی میکرده چنین و چنان، ولی حالا ببینید این آخوندا که حالا هیچی، دختر و پسرهاشون و نوه‌هاشون هم چه قصرهایی در کانادا و اروپا را انداختن و میلیاردها پول رو دزدیدن و خارج کردن. اتفاقا دو سه روز گذشته باز جزو این خبرها بود که متاسفانه انقدر خبر فیک و دروغ پخش میشه دیگه آدم اعتمادش از دست میره، که هواپیماها با بارهای طلا در فرودگاه وایسادن آماده پرواز. من نوشتم آقا دیگه این روزا احتیاج به این نیست، این روزا با این کارت ها و حساب های بانکی و اینها و اینها که همشون اینور اونور آردی پولاشون رو فرستادن. بانه. آقای خاوری وقتی خواست بره که 300 میلیارد دلار رو با هواپیما نمیبره، اینا با بانک و چیز میبرن. دوستان نوشتن که ما رژیم جایگزین داریم، رفراندوم با حضور بین المللی. این هم یکی از چیزهای دیگه است که من اون روز با یه آقای دکتری که از ایران اومده بود و اونجا مقامی داره و اینها صحبت میکردم، گفتم شماها که میگین رفراندوم با حضور بین المللی، اولا منظور شما از حضور بین المللی یعنی یو این هست، سازمان ملل. آیا تو کشوری انجام شد؟ ما آخرینش که میدونیم این فلسطین و لبنان بود که دوتاشون، یکی حزب الله رو انتخاب کرد، اون یکی دیگه هم چی بود؟ یعنی
اینا قدرت نفوذی ندارن، قدرت اجرایی ندارن. چرا دوستان این اشتباه ها رو میکنن؟ اولا وقتی شما می‌نویسید ما رژیم جایگزین داریم، یعنی باید یه کسی مثلا مثل خانم مریم رجوی گفته باشه من میخوام بشم رئیس جمهور این دوره گذار. اینجوری میشه بگید مثل اونا که دوره چیز داشتن دیگه، دولت موقت آقای بازرگان. ولی این شعارهای اینجوری دوست عزیز، اسم شما هم نمیدونم چیه، چون با اس زی زتاجه زهیلی یا زهیب زبیهی، بله. بعد ایشون باور داره که قبر خمینی باید به توالت عمومی تبدیل بشه، بعد ایشون باز باور داره که من از اسلام و مذهب اعراب بیزارم. خب این اشکال کار شماست. آقای ماسالی میگه مذهب هر کسی، خانم این مذهب مسیحیان مال اعرابن، مگه این آقای جیزز، آقای موزز، موسا، اینا مال کجا هستن؟ همشون مال همون بطلهام و فلسطین و اینا بودن. اینجوری حرف نزنید، اینجوری همون چیزی میشه که اون دوستون میگه به آقا با مذهب من با تو قلب من باشه و بین من و خدای من. بله، من به نظر من مذهب رو باید یک مسئله خصوصی هر فرد بهش به نه به کسی توهین کرد فلان. ولی اونهایی که از مذهب میخوان دزدی بکنن و سودجویی بکنن و خرافات پروری بکنن، اونو باید جلوش گرفت. بله، بنابراین این یک دو مسئله. اینه که ما تا زمانی که مردم ایران خودشون و جریانات سیاسی یک قدرت سازمان یافته و هماهنگ در داخل کشور نداشته باشن برای اجرای یک قانون، برای اجرای یک انتخابات آزاد، نظارت بین‌المللی اصلا هیچ کاری نمیتونه فایده نداره. نظارت بین‌المللی فقط میتونه بیاد به تصدیق بکنه درسته انجام شده یا نشده، به طور مثال. ولی اگه ما میخواییم یک رفراندوم مردمی و دموکراتیک صورت بگیریم، باید قدرت سازمان یافته داشته باشیم. اونم قدرت سازمان یافته مال یه فرد نیست، مال یه گروه نیست، باید یک ستاد مشترک و یک همبستگی ملی و سراسری شکل بگیره تا اینا رو به وجود بیاره. ما از تکروی ها، خودپرستی ها، فرقه‌گرایی ها باید پرهیز کنیم. توجه کردید؟ باید دست به دست هم بدیم داخل و خارج از کشور، یک رژیم رو بندازیم، دو یعنی تمام جنابندی ها، دو یک قدرت مطلوب مردم جایگزینش کنیم، سه در راه سازندگی و تکامل اجتماعی ایران قدم برداریم. ما برنامه باید داشته باشیم این ویرانه رو درستش بکنیم، وگرنه قدرت بگیریم فقط وزیر و وکیل بشیم، این که نیست. ما باید برنامه داشته باشیم که میخواهیم از این ویرانه چه چیزی درست بکنیم و چه کار بکنیم این هویت ملی و ایرانی و حفظ بشه و مردم ایران افتخار بکنن که یک کشوری مثل ایران دارن و در اونجا زندگی بکنن، نه اینکه هر کدوم باز به نحوی فرار بکنن. بسیار ممنونم. شما اینجا نوشتید که همه زندانیان سیاسی آزاد باید گردن، یعنی اصلا دیگه زندان سیاسی نباید باشه که زندانی سیاسی باشه. بله، اصلا زندانیان سیاسی یعنی شما از افکار یه دگراندیش ترس داری. این حکومت، هیچ حکومت، نه تنها این رژیم جمهوری اسلامی یا هر حکومتی که این کار رو کرده، و اگه یه حکومت مردمی و دموکراتیک شکل میگیره، از کسی که یه نظر دیگری سیاسی داره نباید به هراس داشته باشه. ما از آدم های دزد و چپاولگر و غارتگر باید هراس داشته باشه. آقای بابک خرمدین میگه که این حرفا رو الان باید از سرنگونی رژیم، باید از سرنگونی رژیم حرف زد. خب ایشون که گفت سازماندهی، خب ایشون که گفت، و چطور بعد از ایران رژیم را ساخت، خب ایشون که گفت. شما پیشنهادی داری دوست عزیز؟ با ایشون تماس بگیر، بگو از کجا هستی. احتمالاً این اسمای چیزم معمولاً مستعار هست، چون عکس‌ها معمولاً، آره، این یکی از اشکالات این اینجوری. بعد الان فقط سرنگونی رژیم استبدادی. خب آقای ماسالی میگه حتی به اصطلاح اصلاح طلبا الان دیگه نمیشه اعتماد کرد، چون اینا کسی هستن که بله. وقتی قدرت رو گرفتن باز میشن همون بله. جوری که خاتمی بود، همین جوری که همین روحانی بود بله. و الی آخر. در رابطه با انتخابات آزاد ما شاهد بودیم که
احمدی نژاد وقتی که تونست به مردم به اصطلاح بگه که من سر سفره شما نفت رو میارم، نمیدونم کیسه های برنج رو میدم، کیسه های حتی گفتن سیب زمینی و نمیدونم بعدم یارانه و اینها، تونست یه جورایی نظر مردم رو به خودش جلب کنه. چجوری میشه مردم رو فرهنگ سازی کرد که اینجوری برای یک کیسه برنج نرن رای بدن، یا برای مثلا یک ماه یارانه نرن رای بدن؟ خب اینا رو... اینجور این فرهنگ فرصت طلبی، نوکرمنشی، اینا یه زمینه تاریخی داره و از جمله هم در دیکتاتوری‌های مختلف شکل گرفته و هم در این زمان این رژیم که یک رژیم واقعا تمام ابعاد منفی رو در بر داشته. به اسمای اونها میگفتن قدیم اگه شعار ایرانی گفتار نیک کردار نیک پندار نیک دیده اون عکس شما پندار زشت گفتار زشت کردار زشت، این رژیم جمهوری به اصطلاح اصلا جمهوری نیست، میگه ولی ولایت فقیه، این اصلا حتی کلمه جمهوری هم مناسب نیست که در تابلو رو گذاشتن. بنابراین این فرهنگ رو ما بلافاصله نمیتونیم همه این مشکلات حل کنیم. تا اونجایی که من در کار دانشگاهی کردم، کار سیاسی کردم، ما مرحله مختلف رو باید طی بکنیم، یعنی ضمن اینی که جلوگیری بکنیم از فرصت طلبی ها و نوکرمنشی ها، چه میخواد نوکرمنشی داخلی باشه از استبداد و آخوند، چه میخواد نوکر آقای دونالد ترامپ بشن، توجه کردی؟ همه رو باید حذف کرد به نظر من. اون نوکرمنشی و چابلوسی و اینا رو، اینا باید از فرهنگ خودمون، ما با تمام ملل جهان میتونیم دوستی بکنیم، حتی با دولت هم روابط دوستانه داشته باشیم، اعلان جنگ با کسی نمی‌کنیم، ولی همین مواظب باشیم. همین امریکایی‌ها خمینی رو آوردن، چطور خمینی رو از نجف بردن پاریس ازش رهبر درست کن؟ چطور آقای دونالد ترامپ امروز میتونه حامی دموکراسی و آزادی خواهی باشه در حالی که اصلا بلد نه بلد حرف بزنه نه میتونه فکر بکنه و یه مدیر یه کازینو و قمارخونه و هتل رئیس جمهور شده که اونجا هم نتونست نگه داره، اونجا هم از دست داد. آقای ماسالی همین پریشب اونایی که اینجا نشسته بودن دنبال وزیر و وکیل میگشتن برای مردم، طرفداران آقای ترامپ بودن و من بهشون به شوخی گفتم شما اول یک وزیری چیزی برای خود این آقا پیدا کنید. یک سال گذشته، کابینه این هنوز کامل نشده، 17 نفر رو تا حالا اخراج کرده، هر کی اومده براش کار کرده، امروز تعریفش کرده، فردا گفته این دروغگوه و الی آخر. دوستان میگن که اگر پهلوی سوگند میخوره که در بازگشت به ایران به تلافی 40 سال گذشته از مردم انتقام نمیگیرد، واقعا آزادی و رفاهی که محمد رضا پهلوی از مردم دریغ کرد. و این وقتی تو فیسبوک می‌نویسن متاسفانه میپره. و دوستان باز نوشتن که این رژیم اونقدر شأن ایرانی‌ها رو پایین آورد که بیچاره ملت ارزش خودشون رو فقط در تأمین مایحتاجشون دیدن. نه عزیز من، همینجام همینه، همینجام آقای بوش که اومد نفری 800 دلار داد به هر کسی، اصلا مردم از این رو به اون رو شدن و عوض شدن. همینجام آقای ترامپ با وعد و وعیدهای تو خالی مردم رو فریب داد. یکم به اصطلاح ملت رو هیچ سرزنش نکنید، دست کم نگیرید. با تشکر از برنامه‌تون اگر ممکنه در مورد ریشه های وقایع اخیر بیشتر توضیح دهید. آیا این حرکت ها ادامه 88 است؟ جنبش رأی من کو؟ شما نظرتون چیه؟ آیا این ادامه اونه؟ من یا... فکر میکنم که نه، خیلی عمیق‌تر از اونه. جنبش 88 بخشی از نارضایتی بوده. الان جامعه ما، جامعه ایران با انواع و اقسام فلاکت، مردم فلاکت، فقر، بی خانمانی، گرونی، ترور، اختناق، یعنی اصلا واقعاً من با کسایی که رفت آمد میکنن در ایران و اینها تماس داشتم، اصلا تعجب میکنم این ملت واقعا که چطور تونسته تا کنون دوام بیاره. بنابراین ریشش در فساد تمام عیار این رژیم، فقر و فلاکت و ترور و اختناق و غیره. و بعد اصلا
دیگه نه تنها دیکتاتوریه، به نام خدا هم آدم میکشن و میدوزن. بنابراین اصلا حتی من که باورهای تعصبات دینی ندارم، ولی اون کسایی که مسلمونن باید از خودشون سوال بکنن که آخه این مسلمان و این مودن و خدا بودن چجوریه که با غارت و دزدی توامه. به طور مثال حالا از صرف نظر از همه این مسائل، ما دیگه این مردم ایران مزه این حکومت رو 30-40 سال چشیدن. ما باید یه کاری بکنیم که نه سازش با هیچ فراکسیون و جناحی از این رژیم، نه پذیرفتن دخالت‌های نظامی و توطئه‌گرایی‌های خارجی. این دوتا رو ما باید روی پای خودمون بیستیم، سازمان یافته و هماهنگ به صورت گسترده در سراسر ایران یک همبستگی ملی و سراسری به وجود بیاریم، یک شورای رهبری به وجود بیاریم که به مردم متکی باشه. نبیه دشمنی با هیچ کس نمی کنیم، ولی تسلیم توطئه‌گری هم نباید بشه. بسیار ممنونم. اجازه بدین چون این دوستمون که من نمیدونم خانم یا آقای ذبیحی هست، چون این اسم رو نمیتونم بخونم، خیلی جالبه، میگه به انتخابات مردم آمریکا احترام بذارید. یعنی چی؟ یعنی ما صبح که بلند میشیم بگیم جاوید ترامپ. دوست عزیز، احترامی که من گذاشتم اینه که با وجودی که رأی ندادم، ولی امروز ترامپ رو به عنوان پرزیدنت آمریکا قبول دارم و نمیرم خرابکاری کنم، نمیرم کار. چه احترام دیگه ای باید بذاریم؟ ضمناً اگه میخواین به رأی مردم آمریکا احترام بذارید، 3 میلیون نفر بیشتر به خانم هیلری کلینتون رأی دادن. این میبینم این اطراف ترامپ مثلا نامه که مینویسن مثلا عالی جناب ترامپ، یعنی دارن اینم مثل شاه انقدر میخوان برسوننش به سایه. حالا این تعصب رو که راجب ترامپ و آمریکا نشون میده، چرا تا به 30-40 سال راجب ایران نشون نداده؟ بنابراین مسئله ما اصلا مسئله ما نیست ده. ولی آگاه هستیم. اینجا یه سری آدمای مثل مناسبات مافیایی و با پخش پول و تبلیغات دروغ تونستن حکومت اینجا به قدرت برسن. بنابراین ما اصلا این بحث رو باید بذاریم کنار. به نظر من مسئله ما نیست، ولی اجازه نمیدیم به کسی که سابقه توطئه‌گری داشتن در ایران دیکتاتوری بیارن، ببرن، حکومت مذهبی درست کنن، گروه های تروریستی درست بکنن غیره، به این محافل اجازه دخالت سرنوشت مردم ایران نباید داده بشه. بسیار ممنونم. یکی از دوستان نوشته که آقای مجید خوشبودی، واقعا این فقر خودش مشکل بزرگی هست. این چند سال اخیر شب عید رژیم با دادن یک سبد کالای رایگان که مقداری برنج و مرغ و ماکارونی و چند چیز ارزون که اغلب هم تاریخش گذشته بود به مردم میداد و مردم خوشحال میشدن. امیدوارم این جنبش هم با یک سبد کالا و ارزون شدن تخم مرغ کوتاه نیاد. من یادمه وقتی آقای صادق قدزاده رو گرفتن، میگفت که من ترتیبی داده بودم، چون اون موقع اول کوپنی شدن و نبود برنج و اینها بود، گفتم چند هواپیما به اصطلاح برنج آمریکایی بیارن. یعنی بعضی وقتا واقعا هم لازمه که اگر یه جایی مردم از کمبود یه چیزی به اصطلاح اعتراض میکنن، اون کسی که میخواد بیاد قول اینو بده که من اگه اومدم مثلا نفتی رو که شنیدم مردم گفتن ما پول برق و آبو نمیدیم چون خمینی گفته آب و برق مجانی میشه. نظرتون درباره این که ممکنه مردم به اصطلاح با یک سبد سال نو، الان 22 بهمن امروز 12 دی هستیم، ولی 22 بهمن ماه آینده میاد، ممکنه اینا مثلا یک جایزه بدن به مردم، یک شادی بدن به مردم، نظرتون در این مورد چیه؟ حالا این میتونه به نظر من با فجایعی که در ایران روی داده و امروز اومدن مردم به میدان اومدن، حتی جون خودشون رو به مخاطر انداختن با یه سبد تخم مرغ و نمیدونم برنج و فلان اینها، خودشون رو نخواهند فروخت. به نظر من ممکنه یه عده محدودی رو بفریبن ظاهرا و فلان اینها، ولی این جنبش رو نمیتونن با این وسیله به فریبن ساکت کنن. فقط متوسل خواهند شد به نظر من، ببینن خطر بزرگ شده، جدی شده، به ترور و اختناق و به سرکوب
متوسل بشن که برای اون باید سازماندهی مخفی و علنی و تشکیلات درستی در میان مردم شکل بگیره که بتونه دراز مدت دوام بیاره. و حتی توصیه من اینه، من از تمام افسران ارتش و عده‌ای از افرادی که حتی تو سپاه و بسیج هستن ولی هویت ایرانی خودشون رو فراموش نکردن، میخوام که اینها به مردم بپیوندن و حمایت کنن، نذارن که چنین فاجعه‌ای در ایران روی بده. بسیار ممنون. این دوستمون نوشته که به آقای ذکرالله اتحاد الحق از نروژ بکنم باشه، ایشون نوشته یک هرم از پایه شروع میشه نه از قله سازماندهی، یعنی اول شوراهای محلی. ایشون بهایی هستن و میدونید بهایی ها بیشتر تجربه، یعنی باید از پایه شروع بشه ولی یک همبستگی و یک کوردیناسیون به اصطلاح هماهنگی در سراسر کشور شکل بگیره. بسیار. به مرور البته حاصل خواهد شد ولی براش باید کار کرد و افراد سیاسی و با تجربه تر باید به مردم یاری برسونن، چه در داخل و خارج، نه اینکه آقا بالا سری بکنن. این دوستون گفته که سوال من مطرح کنید، ولی این سوال نیست، به صورت نظره. ایشون نشته این که مردم به خاطر ساندیس و برنج رأی میدن کاملا دروغ است و اهمی و واهی است. من 23 سال در جاهای امنیتی کار کردم، یک بار نشد یکی بگه رأی بده یا جای مهر نگاه کنه، ولی با استفاده از جنگ‌های روانی و کشاندن آن به کانون خانواده ها و گاه به خاطر لجبازی به از همدیگر شرکت میکنن و ده ها ترفند دیگر مانند همزمانی با انتخابات شورای شهر و غیره. یه دوست دیگه هم داره شعار میده نه سازش با حکومت، نه پذیرش توطئه های روس و انگلیس. باز یکی دیگه این دوستمون اینجا نوشته که من بارها توی زندان جمهوری اسلامی بودم، جوونیمو تو زندان گذراندم. ضمن این که نمیخوام خدای نکرده به ایشون توهین کرده باشیم، آیا این دوستانی که میرن زندان بعد به خاطر زندان بودنشون به اصطلاح فکر میکنن هم از دیگران بیشتر میدونن هم باید یه اعتبار بیشتری الان داشته باشن، اینو قبول دارید شما؟ یا من فکر میکنم تازه اینایی که زندان افتادن یه مقداری به اصطلاح درست عملیاتشون انجام ندادن که به سادگی خودشون انداختن دست آخوند که زندانی بشن. آره من به نظرم این مسائل رو متفاوته تا اونجایی که من تجربیات من، بعضی هستن زندانی میشن به علت تدابیری دارن، تجربیاتی دارن، بعدش هم بیرون میان میخوان این خودشون رو در خدمت مردم بذارن، بعضی هستن نه این کار رو نمی کنن. بنابراین این بحثا رو باید گذاشت کنار، مسئله اصلی رو بهش توجه داشت و اون اینی که هر کسی هر عقیده و منشأی داره امروز در راه ایرانیت، مردم سالاری، دموکراسی خواهی قدم بردار. بسیار ممنون. یکی از دوستان چون من صبح نوشته بودم که اگر سوالی هست بگید میپرسم، اگر نظری هم هست بگید تا مطرح بشه، یه عکسی رو فرستاده بود که توی ایران داشتن یه اتوبوس واحدی رو 1357 به اصطلاح واژگون میکردن و احتمالاً بعدم آتیش بزنن. بعد نوشته بود که این در سال 57 آزادی بهش به عنوان آزادی خواهی به اصطلاح میگفتن، ولی الان همین کار اگه ایرانی ها بکنن بهش میگن شورش. من گفتم آخه اشکال این بود که بعدن شاه رفت ولی الان این آخوندها تجربه شاه رو دارن، وای میسن اینا رو نشون سازمانان دولتی میدن، میگن آقا اون آقایی که تو کالیفرنیا نشسته میگه برو بانک آتیش بزن، این آقا داره بانک آتیش میزنه، ما اگه اینو گرفتیم به اصطلاح یک آنارشیست، یک شورشگر و یک اغتشاشگر رو گرفتیم. در این مورد چی میگه که بعضی وقتا به اصطلاح الفاظ عوض میشه یا لقب ها عوض میشه؟ ما تو سازمان آزادخواهان فلسطین این رو دیدیم، توی ایرلند دیدیم که یک گروهی امروز سازمان آزادی امروز تروریست هستن، فردا به عنوان سازمان آزادیخواه. اینا رو چجوری میشه به اصطلاح
توجیه کرد با زمان. بله، در حال مسئله پیچیده، بنابراین آخه بعضی ها رو بهشون انگ و برچسب تروریست دادن، مثلا تو دیکتاتوری ها هر کسی که آزادی خواه باشه بهش میگن تروریست یا مثلا خرابکار به طور مثال. اینی که در مورد افراد باید ما پرهیز بکنیم، خودمون الان وارد این مباحث نکنیم کی تروریسته کی آزادی خواست و فلانه اینها، ولی اون چیزی که امروز در ایران حاکمه خود حاکمیته که هم تروریسته هم دوسته هم به قول معروف کلاهبرداره، هم به قول معروف به خرافات پروره غیر اینا. ما تمرکز خودمون رو باید بذاریم بر سر این رژیم که بپاشه، بعدش هم به نظرم با اتوبوس آتش زدن و بانک آتش زدن اینا جز اموال مردمن، ما نباید دست به چنین کاری بزنیم، بلکه حملات خودمون رو متوجه خود رژیم و گروه های سرکوبگر بکنیم. بعد و در ضمنم با کوشش بکنیم هر اگه بخوایم کارمون به نتیجه مطلوبی برسه، من فکر میکنم کار فردی دیگه نیست، گروهی دیگه نیست، یک در سطح ملی ما باید سازمان یافته کار بکنیم، چه داخل و خارج. و خارجم من با فروتنی اعلام میکنم که من به غیر از دو نیرو که یکی نوکران خارجی هن، دو با وابستگان جناهای رژیم هستن، بقیه هر کسی میخواد بیاد با هم دست به دست هم بدیم و یک سازمان یافتگی سراسری به وجود بیاریم و در خدمت مردم و مبارزات مردم باشیم. آقای محمد رزاقی از پاریس نوشتن که هر وقت خیزش و قیامی به حق در داخل ایران صورت گرفته، رجوی آن را به اسم خود مصادره کرده و ادعای رهبری کرده و بعد محکوم به شکست شده. ملت ایران حاضر نیستند به هیچ عنوان خود را آلوده این افراد کنند. نظرتون درباره این چیه؟ همین شنبه‌ای که داره میاد باز سازمان مجاهدین به یه اسم دیگه‌ای آمده، اجازه گرفته که بیاین جلو کاخ سفید و مردم وقتی میان اونجا میان که حمایت کنن، ولی تا میبینن برگزار کنندگان اینها سازمان مجاهدین هستن میفتن میرن. نظر شما چیه؟ چجوری میشه بدون این که یه نفر اسمی ببره از سازمانش؟ یادم تو تظاهرات هم گفتن که پرچم نیارید، بعد یه عده بدونی که چیز باشه پرچم های خودشون میآوردن. چجوری میشه این رو کنترل کرد؟ من به نظرم الان در شرایط کنونی مردم خودشون شناخت دارن و بسیاری از گروه ها از همدیگه هم شناخت دارن. ما خودمون رو درگیر این مجادله های فرقه گرایانه و اینا نه. من به طور مثال میگم اگه ما میخواییم حتی تظاهرات را بندازیم، چرا جلوی کاخ سفید؟ کاخ سفید مگه معجزه میکنه؟ اتفاقا آقای مختار نوشته بود تا آقای ترشیزی نوشته بود که جلو کاخ سفید، آقای مختار نوشته بود جلو کاخ سفید روز شنبه آقای ترامپ که خودش میدونه، چرا نمیرید دفتر جمهوری اسلامی؟ ولی خب جلو دفتر جمهوری اسلامی هم اعتراض به عنوان اینکه این مرکز فساده به طور مثال، ولی که نظر مردم یه ده اصلا میرن جلوی کاخ سفید میخوان چی مطالبه کنن. به طور مثال من در خودم هم در گذشته چندین بار در تظاهراتی برای دفاع از حقوق زندانیان اونجا چون اعلان کرده بودن رفتم شرکت، ولی بعدن فکر کردم اصلا این کار اشتباهیه، من جلوی کاخ سفید با چی میخوام زندانی سیاسی آزاد بشه؟ من حتی رهبران سیاسی رو من باید تحلیل داشته باشم کی از شعور دموکراسی خواهی برخورداره حتی با اون مراجعه کنم و حرف بزنم به امانه، نه اینکه با دنیا قرار. مثلا میگم سالها در فرانسه یه آدم جنایتکاری به نام سرکوزی رئیس جمهور بود و اینا رفتن، الان یه آدمی هست ایدئال نیست ولی این مکرون الان رئیس جمهور شده، این یه آدم سلطلبه، یه آدم این است که میخواد از تروریسم و جنجال و دیکتاتوری ها اجتناب بشه، میره با دست راستی اینوری اونوری همه ملاقات میکنه، میگه که بیاین صلح و آرامش رو حفظ بکنیم. به طور مثال میگم با چنین آدم هایی آدم میتونه گفتگو بکنه. اجازه بدین یه مقداری هم چون دوستان لطف میکنم مثلا آرش سوال کرده، من میتونم یه سوال بپرسم، نظر شما در مورد نوع حکومت چیست؟
آره من گفتم دیگه، گفتن این که ما دیگه دیکتاتوری فردی، حکومت مذهبی، اینا تاریخاً باطله. و من حتی در بعضی نوشته ها نوشتم حکومت موروثی هم باطله. چه میخواد آخه تنها سلطنتی نیست. من به نظرم اگه حتی در ایران یک نظام پادشاهی با رأی مردم شکل بگیره، با یه شرط باید شکل بگیره و اون اینه که حتی پادشاه انتخاب بشه هر دفعه، نه اینکه من چون پسر فلانی هم دختر فلانی هستم و بنابراین ژنتیکی گویا حق دارم که بیام یک، نه این تفکر مادام العمری باید خاتمه پیدا کنه. همینطور که این نظام آخوندی به اسمشو گذاشته جمهوری، ولی خودشو نماینده خدا میدونه و بیش از 30 ساله که به این فضاحت داره حکومت میکنه. بنابراین اصلا باید به این بساط خاتمه بده. حتی جمهوری های هم هست، من حتی الان احتیاط میکنم فقط بنویسم جمهوری خواه هستم. بعضی چون دو دنیای یهو شکل گرفته، یه جمهوری های هستن 30 سال 40 ساله یارو خودشو رئیس جمهور میدونه ولی حاضر نیست قدرت رو ترک بکنه. این چه جمهوریه؟ جمهوری اینه که 2 سال ماکسیموم 4 سال یا تو آفریقا بود جدیدن بعد از بتونه بعد بره فروتنانه بره کنار و مردم بتونن آزادانه رئیس جمهور جدیدی رو انتخاب بکنن. یا مادام العمر حتی یه آدم با کفایتی هم باشه بیش از 4 سال نباید بیاد در رأس قدرت باشه. یعنی شما یه چیزی شبیه حکومت آلمان؟ بله بله کاملا. این دوستمون آقای خوشنودی از کالیفرنیا نوشته که چرا در این برهه حساس در حالی که واقعا مردم نیاز به سازماندهی، کمک و پشتیبانی دارن، حتی همون اپوزیشن اعلام حمایت و پشتیبانی نمیکنه و هیچ کدوم برنامه و ایده و فکری ندارن. نگرانی بیشتر ما نبود رهبری خاص و هدایت سازمان شده و به قول بعضی این شورش ها به صورت کور و بی برنامه انجام میشه. خب این حرفای ما رو داره تصدیق میکنه. بله، علت این که چرا اینجوریه دلایل مختلف داره. تو اپوزیسیون من حتی در گفتارهای گفتم، من خودم جزء اپوزیسیونم ولی تو جلساتی بوده، کنفرانس هایی بوده در اروپا تشکیل شده، در مصاحبه هم گفتم این اپوزیسیون نیست، قم اپوزیسیونه. بنابراین ما باید واقعا راجب از اینی که به چنین فلاکتی رسیده، یک نوع سقوط سیاسی، سقوط فرهنگی، ما باید یک کاری بکنیم که خود اپوزیسیون به اصطلاح اعتبار پیدا بکنه، یک کیفیتی پیدا بکنه و مسئله فردی دیگه نباشه، مسئله دست جمعی باشه، شورای رهبری باشه، با طرح و برنامه باشه، نه تنها فقط بگیم مرگ بر این مرگ بر اون. ما برنامه داشته باشیم که حکومت رو چگونه میخوایم برکنار بکنیم، بعدش هم یه حکومت ائتلافی چجوری میخوایم تشکیل بدیم، بعد از این حکومت ائتلافی چه کاری برای اون مملکت میخوایم بکنیم. برنامه باید داشته باشیم، نه اینکه من هرس و جوش بخورم فقط برای کسب قدرت. بسیار ممنون. این به اصطلاح چیزایی که شما نوشتید، مثلا اینجا همبستگی قدرتمند ملی و سراسری فراهم گردد، چگونه؟ خب این هم مسئله اینه که یکی از خوشبختانه همین حرکت داخل کشور، این مردم دارن با این جانبازیشون یک نوع هشدارم به اپوزیسیون میدن که بابا جون دیگه این بحث‌های حیدری و نعمتی و این فرقه‌گرایی رو کنار بذارین، بیاین دست به دست هم بدین و بگی اگه خواستار دموکراسی هستین ما داریم جونمونو میدیم، شما لااقل بیاین یه کار عملی مثبتی انجام بدین، در کنار هم دیگه باشین، نه اینکه تو سر هم دیگه بذارین. این رفاه اجتماعی مردم و تساوی حقوق زن و مرد تضمین گردد، یعنی همون جزء برنامه‌هاشون باشه که بله بله، برای اینکه نیمی از جمعیت مردم ایران زنا هستن و زنا در چه فلاکتی به سر میبرن در ایران واقعا، یعنی اصلا انسانیت رو از زنا سلب کردن.
حالا در مجموعا مردم ایران تحت ستم اقتصادی هن یا ترور اقتصادی، ولی مال زنات این ستم چند برابره. بنابراین اگه یه حکومتی میخواد در آینده شکل بگیره باید احترام بذاره به این حقوق، و به علاوه من عقیده دارم حتی نقش برجسته خود زنها باید در حاکمیت آینده داشته باشن. بسیار ممنون. دوستمون خانم تهمینه آریا نوشته که رجوی یکم بعد گفتم که برنامه داشته باشه مریم لچکی رو، اصلا تو ایران راه نمیدن، تروریست های احمقی هستن. نظرشون درباره سازمان، آره شما نظرشون درباره سازمان مجاهدین چیه؟ آره من خودم اون سالهای اول با مجاهدین رابطه داشتم، بعد رابطه‌مو قطع کردم برای اینکه مسئله خیلی مفصله. من به نظرم حتی با این چیزها هم خودمون رو مشغول نکنیم. تبدیل شدم متاسفانه به یه، من ابراز تأسف میکنم، تبدیل شدم به یه فرقه. بنابراین ما با جدل و فحاشی و اینا مسئله رو حل نمی کنیم. با ساختن یک جامعه دموکراتیک در ایران و با یک قدرت سراسری مردمی ما میتونیم خیلی ها را بهشون یک به قول معروف درس فرهنگی بدیم در آینده. یعنی خود مردم، چه کسی که میخواد دیکتاتور باشه، چه میخواد فرقه باشه، چه میخواد هر چی باشه، اون مجبور میشه اطاعت کنه. ما اول اونو درست کنیم به جای اینکه کلنجار بریم با این گروه با اون گروه. میگم همینجوری که این به اصطلاح چیزای اجتماعی محاسنی داره، معایبی هم داره. مثلا این آقا بدونی که من و شما رو بشناسه نوشته این دو نفر مریم رجوی رو سپورت میکنن. آقای گلن ترشیزی شما بیا کمک کن. ایشون که میگه با مجاهدین بوده، بعدم ولشون کرده سالها پیش، 30 سال پیش. منم که اینجا که مجاهدین میگن من مأمور جمهوری اسلامی هم، اقلا یه مقدار برنامه ها رو ببین. این دوستمون آقای آرش از شما میپرسه نظر شما در مورد آقای رضا پهلوی چیست به عنوان یک مبارز دموکراتیک. ایشون مبارزه هم کرده تا حالا؟ والا من خیلی اجتناب میکنم از وارد شدن در این مباحث. به نظر من رضا پهلوی به عنوان یک شهروند ایران، من اینجوری صحبت، نه به عنوان پسر شاه، به عنوان یک شهروند ایرانی حق داره فعالیت بکنه، توجه کردید، حتی خودشو کاندیدا کنه. ولی من عقیده دارم که ما دیگه فرد پرستی و سنت پرستی هم اتوماتیک قبول نداریم، توجه کردید، و حتی قبلا هم گفتم اشاره کردم عقیده دارم حتی مردم دست جمعی رأی بدن که یک نظام پادشاهی در ایران شکل بگیره، من حراسی ندارم، ولی پادشاهی موروثی رو من باش مبارزم. موروثی نداریم، هیچ چیزی ارثی نیست، انتخابیه. بنابراین آقای رضا پهلوی هم خودشو باید برای این مسئله آماده بکنه. در ضمن مسئله چه جمهوری خواه باشیم، چه مشروط خواه باشیم و اینها، باندبازی و فرقه گرایی و اینها مطرح نیست، بلکه مناسبات دموکراتیک باید بشه، کنترل همه جانبه. یعنی این خیلی جالبه. نوشته آقای سربی فخرآور اعلام کرد که با ترامپ در خصوص فیلترینگ صحبت کرده و ترامپ قول داده ماهواره ارتش آمریکا را در اختیار مردم ایران بذاره. همچون تکنولوژی هست؟ بله همچون تکنولوژی هست. سالها آمریکا قول داده که ما اینترنت می‌فرستیم بالا و اینها، ولی اجازه بدیم بهتون بگم دوره آقای ترامپ الان اینجا دارن یک کمی قانون‌ها را حتی سخت می‌کنن که مردم به اصطلاح نتونن اینجوری آزادانه از چیز استفاده کنن. ضمن اینکه آقای ترامپ صبح که بلند میشه با توییتر با مردم در تماس، شب که میخوابه با توییتر میخوابه، و امروز باز یه صحبتی کرده بود درباره ایران که حتی دولت آمریکا، یعنی افراد کارمند خودش گفته بودن این راه صحیح نیست، شما باید از طریق وزارت امور خارجه، از طریق اون خانم هیلی با به اصطلاح سازمان ملل به یک کشوری یا اخطار بدی یا نوتیس بدی و نمیدونم. اینم از این. و اینکه آقای فخرآور، بله آقای فخرآور هم اتفاقا تو همون جلسه با این دوستانی که داشتن وزیر اعلام انتخاب میکردن بود و
من یه چیزی بگم باور کنید این جوک نیست، ولی به عنوان تنوع بهتون میگم. یه جایی رفته بودم نهار بخورم، اون خانمی که خوراک و به اصطلاح ویترس یا رستگو گارسون، به خانم هم گارسون میگه، خانم گارسون خندید گفت این آقا هر وقت میاد اینجا صاحب رستوران رو میخواد وزیر کنه، به منم میگه ما به شما یه شغل خوبی میدیم، احتمالاً برای اینی که حالا یه تعدیگی بیشتر بهش بدن یا یک. و این خیلی خطرناکه. البته باز ناگفته نماند، همین آقای ترامپ هم وقتی آمده اینجا کیار با خودش آورده، دوستا و آشنای خودش و کسایی رو که میشناسه، فامیلای خودش رو، اینها رو. و اینم یک مشکل دیگه است. دوستان عزیز، آهان، یکی سوال کرده، آقای مشیری، علی مشیری آزاد، گفته بود you please tell me who this gentleman is، همونجوری که این پایین نوشتیم، آقای دکتر حسن ماسالی. آقای ماسالی، قبلا هم یه نفر صحبت سوال کرده بود که تحصیلات شما در چه رشته‌ای هست، اگه لطف کنید یه مقداری. بله، من کوتاه اشاره می‌کنم، من افتخیز زیاد داشتم، 3 سال پزشکی خوندم، بعد چون درگیر مسائل سیاسی بودم علوم سیاسی و جامعه شناسی رو در دانشگاه فرانکفورت به پایان رسوندم، در دانشگاه فرانکفورت معروفه، و تز دکترامو در مورد سیر تحول جنبش چپ و عوامل بحران مداوم آن، که یک تز تحلیل انتقاد آمیزه، چون خودم هم مدتی در جنبش چپ کار کردم که چرا شکست خورد و ناکام شد، و این در دانشگاه فرانکفورت ارائه دادم. بنابراین علوم سیاسی و جامعه شناسی و رشته سوم من ادبیات آلمانی بوده است. بله. آقای ماسالی، یکی از اشتباهاتی که تو ایران حتی از زمان شاه به اصطلاح شروع شد و باعث یه مقدار سرگشتگی و گیجی شد، این ماجرای جنبش چپ. چرا جنبش چپ رو تو ایران فکر میکنن کمونیست باید باشه؟ والا من خودم تو جنبش چپ چندین سال فعالیت کردم، حتی جزء کادر رهبری یکی از گروه ها بودم، با سازمان چریکای فدای خلق همکاری کردم. مسئله چپ متاسفانه در ایران یک سرنوشت ناهنجاری داشته، از یک طرف مواجه با دیکتاتوری بوده که اصلا نمیذاشتن، میگفتن حالا آقا یا کسی چپ راست هر چیه، تو جامعه باید شناخته بشه، بتونه حرفشو بزنه، مردم خودشون تشخیص بدن چیه. ولی یک مشکل اساسی جنبش چپ، مسئله دیگه اونطوری که در تز دکترام آوردم، اینه که یه بخشی از چپ میخواد چپ باشه، داشتن افکار چپ نیست، ولی نوکر شوروی و روسیه بودن اون اشکال. یا چین بودن، این چپ بودن نیست، بگو من نوکر فلانم مثلا. یعنی شما اینجا مثلا دموکرات ها میشه بگیم چپ هم دیگه؟ نسبی اینا رو دموکرات ها میشه، من بیشتر لیبرال خرقاتی میدونم. ولی بعد یک مشکل دیگه جنبش چپ این بیسوادی بوده. مثلا یه عده فرض کن، من تمام یه کتابم رو انتشار دادم به فارسی و آلمانی، مثلا یه عده بودن 2 سال 3 سال تو زندان بودن یا چند سال تو زندان بودن، ولی هیچ سواد سیاسی راجع به چپ ندارن، اصلا نمیدونه مارکس چی گفته، انگلس چی گفته، تفاوت نظریات مارکس با لنین چیه، غیره چیه. بعد میاد به عنوان قهرمان، که من اونم که زندانی بودم، بعد میشه رهبر یه گروه، بعد میان دعوای شخصی پیش میارن، جناح‌های چپ و راست به وجود میاد. بعد فلان، الان مثلا 30-40 تا گروه چپ وجود داره، 2 نفره 3 نفره 5 نفره، که بعد هر کدوم با دعواشون میشه. قبلا حالا یه نشریه میدادن، الان با اینترنت بازی میکنن و با هم فحاشی میکنن. خب این چپ نیست. آقای مشیری، از شما تشکر میکنه که درباره خودتون توضیح دادید. یه دوستی خانم زری تنازی نوشته که در اروپا پادشاهی ارثی و خانوادگی است و هرگز این شاهان و ملکه های اروپا تاج را به دیگری نمی بخشن و پول مفت و رفاه آسایش و زندگی عالی را واسه خودشون نگه داشتن. یه دوست دیگه نوشته که من تعجبم این آقای رضا پهلوی 16 که 4 روز هیچ خبری ازش نشد، وقتی هم آمد فقط تسلیت گفت و اصلا خودشو قاطی هیچ برنامه‌ای نمی‌کنه، اما هموطنانی داریم هنوز چنان حرف میزنن که انگار ایشون در رأس این حرکت بوده، 16 بوده حرکت میکنه و به زور میخوان ایشون رو پادشاه کنن.
خب در حال من وارد اینجور مباحث نمیشم، چون یکی از مشکلات ما در اون اپوزیسیون این بوده، این دعواهای شخصی و لفظی و اینجور چیزا گذاشتیم شده عمده، کار اصلی رو فراموش کردیم. بنابراین من عقیده دارم ما جلوی من نظر شخصی من ما جلوی مبارزه هیچ کس رو نمیتونیم بگیریم. هر کی مرد عمل، زن عمل فعاله، باید بیاد پا میدون بذاره، فعالیت بکنه، در ضمن حمایت بکنه، نه اینکه اونجا بشینه لم بده، فرامین صادر بکنه. حالا میخواد چپ باشه تا پسر پادشاه باشه یا هر کسی میخواد باشه. بنابراین باید مبارزه کرد، سلوک کرد، با دیگران هم سلوک کرد، چون این فرهنگ اسلامی نیست که ما میخوایم دنبالش بریم، فرهنگ انسانی و دموکراتیکه. باید هر کسی هر مقامی، پسر شاد تا اون کشاورز استرالی، باید بتونن با هم در کنار هم دیگه بشینن. میرسیم به اینجا که شما نوشتی صلح و دوستی با همه ملل جهان فراهم گردد. من از تو خواهش میکنم بعد که رفتید منزل و دفتر و یکم استراحت کردیم، به این دوستان روی به اصطلاح فیسبوک پاسخ بدید. یکی از دوستان میپرسه که اسم کتابتون و آیا این که نسخه اینترنتی هم داره یا نه. من کتابتون اینجا دارم ولی نیاوردم متاسفانه. بله، من چند جلد کتاب آلمانی... این کتاب تز دکترام چاپ شده، من در یه وبسایتی دارم، 3-4 وبسایت دارم که این کتاب حتی به صورت PDF در اونجا، تمام کتاب ها و نشریاتی که این شده دادم در اونجا هست، هر کسی میتونه وبسایت رو لطف کنید بگیم دوستان میپاییم بزنن وبسایت رو همه رو برای شما بنویسید اونجا یا بگید من الان تایپش کنم. بله، یه چندین وبسایت دارم ولی یکیشون این هست میرسید دکتر حسن ماسالی. بله بعد بذار من چیزو بیارم خب میخوایم بعدن میمیسم. بله، اینجا جا داره میتونیم بعدن بذاریم دوستان. بعد همه کتابا، نه تنها کتابای من، هر کسی رو که میشناختم کتاب مفیدی انتشار داده همه رو گذاشتم تو وبسایت. بسیار عالی، اینم برای دوستانی که علاقه دارن کتاب بخونن، چیز یاد بگیرن. هفته پیش من به دوستان گفتم که اینایی که آلزایمر میگیرن، گفتن هر کسی کتاب بخونه و چیز یاد بگیره آلزایمر، برعکس اون چیزی که تا امروز میگفتن اگه شطرنج بازی کنیم اینا، میگن نه اون تو مغزته داری ازش استفاده کن، ولی چیزهای جدید یاد بگیریم، بخونیم، ویدیوهای جدید نگاه کنیم و الی آخر. دوستان عزیز از شما ممنونم. بازم اگر سوالی دارید میتونید از آقای دکتر حسن ماسالی بپرسید، ایشون شماره تلفنشون رو گذاشتن 301 792 3370. هم میتونید به صورت پیام صحبت، هم به صورت تکس با ایشون در تماس باشید. ایمیل بسیار ساده ای دارن، h که اول اسمشون حسن، hmasali@gmail.com، و اگر هم اشکالی داشتید با من تماس بگیرید. در تلگرام و فیسبوک هم هست. اصلا شما رو روی گوگل که تایپ کنن انقدر لینک بله میاد. بله، تمام حتی تو یوتیوب تمام مصاحبه ها و گفتگوهای 30-40 ساله من هم هست توی تلویزیون مردم هم، تو قسمت بایگانی یا آرشیوش عکس ایشون هست، روی عکسشون کلیک کنید به وبسایتشون به اصطلاح وصل میشه. بعد دوستان اینایی رو که الان به اصطلاح آمدن و میخوان، هنوز جنگی صورت نگرفته، غنیمتی به دست نیومده، اینها میخوان تقسیم کنن و سهم بیشتری هم میخوان، این دوستمون اینها رو تشبیه کرده به مهدی چاخان. میگه ما در بچگی یکی داشتیم به نام مهدی چاخان، دروغا و چاخانهای عجیب و غریب و اینها رو میگفت، و این ماجرایی که مثلا کسی که 13 سال ازش خبر نیست امروز میبینیم ما پیام میده که مردم بریزید به خیابون 1000 اشرف درست کنیم. بعد یه آقای اصلا صداش مثل معتادا بود، من اشرف 404 از تهران. آخر میدونید اصلا این باعث میشه که میگم باعث خنده میشه. آفرین به آقای دکتر ماسالی، صحبت های ایشان بسیار معقول و منطقی است، به ویژه صحبت ایشان که رهبری نباید موروثی باشد. اما این خانم منیجه صدقی حسنی هستند، دوستی که در قانون هم هستند، سلام میکنم و خیلی خوشحالم که شما هم جزو بیننده های ما هستید.
بله بسیار معقول و منطقی است، به ویژه صحبت ایشان که رهبری نباید موروثی باشد، اما هر فردی به عنوان یک شهروند باید بتواند فعالیت کند و نباید در فحاشی شرکت کند. من دیروز یک نوشته ای رو از صادق هدایت گذاشتم راجع به فحش و فحاشی در فرهنگ ما، نوشته این یک ثروت زیادی هست که ما داریم، خب چرا ازش استفاده نکنیم. در صورت اینم برای یک خنده و اینها. آقای ماسالی اگر صحبتی دارید بفرمایید. دوستان عزیز تقریبا نزدیک 70 دقیقه باهاتون بودیم، اگر سوالی دارید باز خواستید بگید، که این آقای ماسالی لطف میکنن از مریلند تشریف میارن اینجا. حالا اگه دیدیم که باز شما دوست دارید میتونیم حتی با اسکایپ برنامه‌ای رو داشته باشیم. اسم ایشون رو در گوگل تایپ کنید، ویدیوهای ایشون حتی گفتم توی بایگانی تلویزیون مردم هم هست. بله. اگر صحبتی دارید بفرمایید تا با بله. من اولا هر کدوم از این نوشته ها و گفتارها و اینا 30-40 سال گذشته رو اگه در یوتیوب اسم منو بزنین حسن ماسالی همه اونا میاد. دو اولا ولی یک نکته رو میخواستم تأکید کنم. دوستان عزیز، هموطنان عزیز، من هیچ ادعایی ندارم، دارم فقط دلسوزانه دارم مطرح میکنم. بیاییم از تفرقه و پراکندگی ها دست برداریم و کوشش کنیم که دست به دست هم بدیم و در خدمت مردم باشیم. و دارم به سهم خودم کوشش میکنم که هرچی زودتر یک کنفرانسی در آلمان جمع بکنیم، سازماندهی بکنیم، و من حاضرم تدارکات قضیه رو فراهم بکنم تا دوستان علاقمند زن و مرد پیر و جوان بیان شرکت بکنن و یک ستاد مشترک، یک شورای هماهنگی برای حمایت از مردم، حمایت از مبارزات مردم و یاری رساندن اونها برای اینکه هم برای برچیدن نظام و جایگزین کردن یک قدرت در داخل کشور، و یاری برسونیم با همه کارشناسان برای سازندگی آینده ایران که یه روزی افتخار بکنیم یک ایرانی آزاد و آباد داریم. بسیار ممنونم. دوستمون نوشته که ممنونم از آقای ماسالی که حرفاشون، ایشون باز از کالیفرنیا است، منطقی بوده و امیدوارم که باز هم شما رو در برنامه داشته باشیم. بازم ممنونم که آمدید صحبت کردید. این چنین شورایی که میگید یا کانونی میگید فقط هم در موقع بحران نباید باشه. باید خواست بازنشسته ها، خواست دانشجویان، خواست حتی طرحش رو آماده کردم چه جوری میتونه کانونای مستقل کارگری، فرهنگی، دانشجویی تشکیل بشه، گروه ها بر حسب عقایدشون شکل بگیرن، هیچ کس رهبر دیگری نباشه بلکه هماهنگ باشه، دست به دست هم بدیم و چیز کنیم. من حتی کارت ویزیتی هم که چاپ کردم نشون میدم که اونجا یه پشت کارت دست زن و مرد دست هم دادیم که میخوایم فعالیت بکنیم به یک ایرانی آزاد و آباد برسیم. بله. این دوستمون میگه که من در چند روز گذشته آقای یوسفی با بیشتر اپوزیسیون ها در ارتباط و بحث بودم، متوجه شدم بخشی از چپ دقیقا منطقی و چون جناب دکتر ماسالی و هوچیگری و موسواری پرهیز میکنن و با این سطور سازمانیست یا شخصیست. این کلمه رو من نمیتونم بخونم و نمیدونم، در اصل بعض وقتا ریز هست و در اصل. ممنونم. ایشون میگه که یعنی هوچیگری به جایی نمیرسه، بیشتر منطقی بودن، همونجوری که شما گفتید، عملی با برنامه. فردا میخوایم چه کار کنیم، هی امروز بیاین بیرون، بعدم وقتی مردم میان ببینن این سازمانه همون سازمانی که تا دیروز 50 تا اسم عوض کرده امروز یه اسم جدید گرفته، یه مقدار کارا رو مشکل‌تر می‌کنه. شما اگه صحبتی دارید با دوستان با آرزوی موفقیت، امیدوارم، من دارم یواش یواش خودم رو میخوام آماده بکنم که چمدون رو ببندم برم همون بالای کوهای تالش در خدمت مردم باشم. خب این خوبه، برعکس اونایی که میگن ما نمیخوایم ایران بریم، من میگم بابا بذارید اونایی که میخوان برن ایران بیان تصمیم بگیرن. چون این چیه که هر کسی میگه من نمیخوام برم، نمیخوام مقامی داشته باشم. ای کاش که میگفت آقا من میخوام برم، میخوام این مقامم داشته باشم، ولی امروز حاضر باشه جوابگوی مردم باشه. خوشحالم که شما میخوای بری بالای کوههای تالش
و اون چیز هم مال شما هست، اون جایی که خونه ها رو کوه هست اسمش چیه؟ آره دیگه، آره. همه اونجا من اتفاقا کاندیدا بودم موقع انتخابات اولین دور بعد از روی کار آمدن خامنه‌ای، کاندیدا بودم، انتخابم شدم، طرح‌های آبادانی مفصلی برای اون منطقه داشتم که خامنه‌ای دستور قتل منو صادر کرده بود و همه چیز به هم خورد. امیدوارم برگردم بتونم تمام اون طرح‌ها رو به اجرا در بیارم. از نظر من آرزوم این بودی که منطقه تالش رو تبدیل کنم به یه سوئیس ایران. ایشون نوشته متشکر از آقای ماسالی، واقعا منطقی و مستدل صحبت میکنن و پاسخ میدن. ممنون از شما که با ما بودید آقا، خیلی ممنون. درود فراوان، امیدوارم سال خوبی داشته باشید. دوستان عزیز، دست به دست هم بدیم و واقعا به کمک مردم بشویم، بدون جاه طلبی ها و غیره مردم خدمت کنیم. برنامه‌ای ما از فردا به همون روال عادی دوشنبه چهارشنبه جمعه به اصطلاح ادامه پیدا میکنه و خوشحال میشیم که شما هم در برنامه ها با ما باشید. روز و روزگار به شما خوش، امیدوارم روزهای بهتری در انتظار شما، در انتظار خانواده بزرگمون ایران باشه. مرسی که با ما بودید، ممنونم.